سلام گرم من از واشنگتن به شما دوستداران این برنامه که در دو روز اول هفته در ایران ساعت 9 شب از تلویزیون صدای آمریکا پخش می شود. مهمان امشب در استودیومون در وست وود لس آنجلس استاد جهانبخش پازوکی هستند، ترانه سرا و آهنگساز برجسته ایرانی که به روایتی تاکنون بیش از 1000 اثر از خودشون به جای گذاشتند. در استودیوی نیویورک هم مهمان دیگر برنامه حضور دارند، آقای امیر صبوری نویسنده مستندهای یگانگان فرهنگ و هنر ایران. تا دقایقی دیگر گفتگومون رو در مورد یک عمر تلاش خستگی ناپذیر استاد پازوکی در صحنه موسیقی ایران آغاز خواهیم کرد. و ما دوستان امروز در فیسبوک خبری توجه هم جلب کرد که جا داره اونو در برنامه امشب که به موسیقی مربوط میشه خدمتتون عرض کنم. در ژانویه 2010 رادیوی ملی آمریکا موسوم به NPR یک دوره یک ساله گزینش 50 خواننده پرآوازی جهان رو آغاز خواهد کرد. NPR از مردم خواسته که هنرمندان مورد نظرشون رو معرفی کنند و هزاران نفر از سوی مردم به NPR معرفی شدند. شبکه ملی رادیوی آمریکا و گروهی از کارشناسان در صدد تهیه یک فهرست 100 نفره از این عده هستند که ترکیبی از چهره های آشنا و در این حال غیر قابل انتظار میشه. NPR از همه خواسته از میان این فهرست هنرمندان نامزد شده 5 تن از خوانندگان محبوب خودشون رو معرفی بکنن تا در بررسی گزینش 50 خواننده برای مرحله نهایی مد نظر قرار بگیره. توجه داشته باشید که یکی از نامزدها استاد محمد رضا شجریان هستند و بسیاری از دوستان در فیسبوک خواستار اون شدند که برای بالا رفتن امتیاز استاد ایرانی ها به ایشون رأی بدند. در کنار عکس آقای شجریان از قول ایزابل سوفر مدیر برنامه ریزی انستیتوی جهانی و یکی از اعضای هیئت انتخاب کننده، صدای شجریان از لحاظ حرفه‌ای بی عیب و نقص، قدرتمند و بسیار برانگیزاننده توصیف شده که البته باید گفت آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. بر صورت دوستان به یاد داشته باشید که شنبه آینده 7 آذر ساعت 9 شب مصاحبه دو روز اول با استاد شجریان به درخواست بسیاری از شما که موفق به تماشای اون در شهریور ماه نشدید مجدداً از تلویزیون صدای آمریکا پخش خواهد شد. قسم به های گریه هامون، قسم به های
استاد پازوکی سلام به شما، بسیار خوش آمدید به دو روز اول در صدای آمریکا. سلام بر شما. آقای صبوری به شما هم سلام بکنم در نیویورک، ممنون از حضورتون در برنامه. درود بر شما جناب فرهودی و همکاران محترمتون، درود به بینندگان و شنوندگان فرهیخته شما در گستره جهان، به ویژه میهن عزیزمون ایران، و درود به استاد جهانبخش پازوکی، این آهنگساز و نغمه پرداز بزرگ، این شاعر و ترانه سرای همیشه عاشق و به تحقیق یک پدیده در ادبیات آهنگین ایران زمین. بله، خب استاد پازوکی، در ابتدا باید اینو خدمت بینندگان عرض بکنم که این اولین مصاحبه تلویزیونی شماست با صدای آمریکا و واقعا سپاسگزاریم از این بابت. تشکر میکنم، من هم متقابلا از شما تشکر میکنم. آقای پازوکی چه احساسی دارین؟ الان میلیون ها نفر در ایران دارن شما رو تماشا میکنن. بله. و با کارهای شما آشنا هستن، بعضی از اونها رو در ابتدای برنامه دیدیم، هر کدوم از ما یک خاطره داریم با هر کدوم از این آهنگ ها. من خدمت همه هموطنان عزیز و شریف و بردبارم سلام عرض میکنم خدمتشون و برای فرد آنها از خدای بزرگ طلب خوشبختی، سعادت و آرامش دارم. آقای پازوکی، بسیاری از ما در ایران با کارهای ساخت و پرداخته شما بزرگ شدیم. من برای فتح باب میخوام قسمتی از ایمیل یکی از هواداران شما رو اینجا بازگو کنم که فکر میکنم بهترین تعریف از کار شماست در عرصه موسیقی ایران. خانم مریم از تهران اینطور نوشته است: استاد پازوکی با ایجاد سبک خلاقانه در آهنگسازی و ساخت ترانه و شعر، در همان حال حال و هوای موسیقی اصیل ایرانی ولی با سبکی مردمی تر، موج تازه‌ای رو پس از پیشینیان خود به جریان موسیقی ایران افسودن. آقای پازوکی، دوست داریم از زبان خودتون بشنویم که چطور وارد عرصه موسیقی شدین. میلیون ها نفر از جوانان ایرانی ممکنه ندونن که شما چگونه وارد صحنه موسیقی شدید. بفرمایید. من به مناسبت علاقه فراوانی که به موسیقی داشتم و میخوام بگم که از زمان کودکی، از همون سنین 10-12 سالگی، وقتی که آهنگی رو میشنیدم از رادیو یا تلویزیون و شعری رو میشنیدم، بی اختیار اشک در چشمان من حلقه میبست و احساس میکردم که یک انفجار درونی در من ایجاد شده و به همین مناسبت دیگران و اطرافیان من، مادرم، برادرم و همه کسانی که با من زندگی میکردن، این تحول رو میدیدن در من. موقعی که یک قطعه موسیقی رو میشنیدم یا یک شعر تاثیرگذار میشنیدم، بنابراین من از همون 12 سالگی این مسئله رو آموزگاران و آموزش دهندگان موسیقی در مدارس هم به این مسئله پی بردند که من دارای یک به اصطلاح چیز درونی، استعداد ذاتی هستم، ولیکن که نمیتونستم اونها رو بروز بدم. به هر صورت
بیاد دارم که در همون زمان بود که من توصیه کردم به مادرم که یک فلوت برای من تهیه بکنه، یک فلوت پلاستیکی برای من تهیه کردند. بله. و باور کنید که این فلوت رو من شبها پتو می کشیدم روی سر خودم و این فلوت رو تا صبح می نواختم و صبح متوجه می شدم که من خسته شدم و به خواب رفتم و هم اون فلوت در آغوش من به عذاب اومده از بس در اون دمیدم و زدم. بله. خب آقای پازوکی، در بیوگرافیتون می خوندم که متولد شیراز هستید ولی در یک مقطع از زندگی به اصفهان نقل مکان کردید، در این مورد بیشتر صحبت کنید. بله، من تا 5 سالگی در شیراز بودم، در شیراز متولد شدم و به مناسبت شغل پدرم که ایشون از جزء رده نظامی بودن منتقل شدم به، یعنی انتقال پیدا کردیم به اول تهران و بعد به اصفهان. و میخواهم بگویم که رشد و نمو من در اصفهان و در اصفهان من میخواهم بگویم که بسیار مردمانش رو دوست دارم، بسیار این شهر رو دوست دارم و اونجا به هر صورت در سن در 12 سالگی زیر نظر اساتید ارزنده مثل استاد جلیل شهناز و استاد حسن کسایی و استاد جلال تاج، زنده یاد جلال تاج، ادامه دادم و از به اصطلاح تمام معلومات و اون پیچ و خمهای که در راه موسیقی و دستگاه ها بود استفاده کردم و به هر صورت بارور و بارورتر شدم و اینجا بود که احساس کردم من میتونم با رفتن به تهران بیشتر فعالیت های هنری خودم رو آغاز بکنم. البته این صورتپذیر نبود، برای اینکه من تحصیلات دبیرستانی رو در دبستان و دبیرستانم رو در اصفهان گذراندم و در اصفهان هم وارد دانشگاه ادبیات شدم و در رشته فلسفه و علوم تربیتی اونجا موفق به اخذ مدرک شدم. خب بفرمایید. بله، بعد از اینکه این مدرک تحصیلی رو گرفتم، من با توصیه به اصطلاح اون گردانندگان امور هنری دانشگاه به وسیله آهنگ غروب کوهستان رو برای خانم ناهید که بسیار خوش صدا و با تحریرهای بسیار شکننده و یک صدای پرتحریر داشتن ایشون. بله. و یک صدای سوخته و پرتحریر و این ترانه غروب کوهستان رو برای ایشون ساختم و بعد از اینکه این ترانه غروب کوهستان برای اولین بار از رادیو ایران، چون دعوت می شدند از دانشگاه ها دعوت می شدند به ایران، به رادیو ایران برای ارائه اون به اصطلاح راهبرد های هنری خودشون، بنده هم با ایشون رفتم اونجا و من با ویولون نواختم این غروب کوهستان رو، ایشان خواندند و خب بسیار بسیار مورد توجه مردم قرار گرفتن. اتفاقا من یادم استاد پازوکی بچه بودیم وقتی این آهنگ پخش میشد، واقعا یک غم و غصه همه ما رو فرا میگرفت، یعنی واقعا یک ترانه غم انگیزی بود و خلاصه همین دیگه. اجازه بدید قدری هم با آقای
صبوری صحبت بکنیم در نیویورک. آقای صبوری، در ابتدا از استاد به عنوان یک پدیده یاد کردید، ممکنه بفهمید دقیقاً چرا یک همچین صفتی رو برایشون انتخاب کردید؟ بله، این پدیده بودن در کار هنری استاد در چند جا شاخص میشه. یکی این که استاد جهانبخش پازوکی در تمام آثارشون ملودی آهنگ و شعر ترانه رو خودشون انجام میدن و در این ژانر و در این طبقه بندی به تحقیق مطرح ترین هستن. و البته ما در دوران مشروطیت هنرمندانی داشتیم مثل عارف، شیدا، امیر جاهد که اینها هم به همین ترتیب ملودی آهنگ و شعر ترانه رو خودشون میگفتن و خب اون روزگاران ارکستر به اون صورت نبود، به صورت امروزی نبود، ولی امروز تمام کارهای این بزرگان بازسازی شده و بسیار فاخر هست. بعد از این ستن آقای بدیزاده یک فعالیت‌هایی داشتند و امروز یک هنرمند ارزنده دیگر در ایران هستند که ایشون هم کار ملودی ترانه و شعر ملودی آهنگ و شعر ترانه رو خودشون میگن که آقای فضل الله توکل هستند و کارشون بسیار بسیار عالی هستش. و ما میبینیم که وقتی استاد جهانبخش پازوکی در زمینه موسیقی ملی آهنگ میسازن، کارشون میره در برنامه گلها مثل غروب کوهستان، دستی نگیرد دست من و ساقی، و وقتی که در زمینه پاپ میسازن ایشون، بعد این آهنگ های بسیار بسیار فاخر و زیبا که ما میشنویم، مقدارش رو شنیدیم و مقدارش هم خواهیم شنید. بله. در صحبت زمینه پاپ، آقای فرامرز اصلانی هم جزء هنرمندانی هستن که ایشون هم ملودی آهنگ و شعر ترانه رو خودشون میگن، ولی در این ژانر و در این طبقه بندی استاد جهانبخش پازوکی به تحقیق مطرح ترین هستن. خب استاد پازوکی، بسیاری از ما با کارهای ساخته و پرداخته شما که در نوع خودشون بی‌نظیر و تکرار نشدنیست بزرگ شدیم و بدون شک هممون با این آهنگ ها خیلی از خاطرات زندگی برامون تداعی میشه. در جای خوندم که بیش از 1000 اثر از شما موجوده، آیا این تخمین درستیه آقای پازوکی؟ باید بگویم که خیر، این تخمین درستی نیست، برای اینکه من در هر دهه‌ای چون با 75 خواننده من فعالیت هنری داشتم، در هر سال میتونم بگم که مثلا 10 تا کار میتونستم بسازم و در اختیار صداهای خوب بگذارم. بله. و این تعداد اصلا درست نیست که بگیم 1000 آهنگه، برای اینکه اقرار کردیم برای اینکه من 1000 آهنگ ساختم، ولی کن که یک چیزی در حدود 500-600 اثر از خودم دارم که در مسیرهای مختلف موسیقی شاد، موسیقی ملایم، بله، موسیقی پاپ. به هر صورت میتونم بگم که در همین حدود من کار کردم و فعالیت داشتم. خب خوبه که کسانی که بیوگرافی شما رو می‌نویسن از این به بعد یادداشت بکنن که بین 500 و 600 هست و نه 1000 اثر. اجازه بدید یک قسمت که دیگه از کارهای استاد پازوکی رو با هم ببینیم و بشنویم و بعد به گفتگو با مهمانان برنامه ادامه خواهیم داد. چرا کو اون پنگ شراب کو بل کو شیشه گلاب کو، آخه عزیزترین عزیزا مهمونم، خوبترین خوبا مهمونم، حس میکنم که دنیا مال منه. Durar hocalar ikerdi
بهتر از من چه کسی واسه پیش مرگ تو آماده تر از من چه کسی استاد پازوکی در اون ترانه عارف حالا حالاها آرزو دارم، آیا به همه آرزوهاتون رسیدین شما در زندگی؟ اگر بگویم بله که باز حرف بیهوده است، ولیکن به هر صورت تلاش کردم به خواسته های خودم برسم با تلاش و کوشش و فعالیت، و به هر صورت خیلی سپاسگزارم از خدای بزرگ که تا کنون من رو حمایت کرده. از میان این خواننده هایی که باشون همکاری داشتید، کسانی که از میان ما رفتن، برای کدومشون بیشتر دلتون تنگه استاد پازوکی؟ برای همه شون، برای همه کسانی که کارهای من رو اجرا کردن و همه شون هم برای من به اصطلاح یک ویترین های خیلی خوب بودن برای معرفی کارهای من، معرفی احساس من و خواسته من به مردم، برای همشون احترام قائلم و دلم برای همشون تنگ شده. خب اجازه بدید یک ایمیلی که از دوستان باهاتون مطرح کنم. سیاوش نوشته است که معمول چنینه که آهنگی ساخته می شود و ترانه سرا شعری روی اون قرار میده. شما که منحصراً هر دو هنر رو دارید، آیا ساخت و پرداخت یک اثر به این شیوه راحت تره؟ و پرسش دیگرش هم اینه که در خلق آثارتون آیا روانشناسی صدای خواننده را هم در نظر میگیرید آقای پازوکی؟ بله، تمام خصوصیات صدای یک خواننده رو من در نظر میگیرم. تحریر خوب، قدرت خوب، شناسایی صداها و اجرای خوب، سه چهار عامل هست که اینا خیلی مهمه. یکی صدای خواننده است، اول صدای خواننده است که باید واقعا یک صدای خوب باشه و یک صدای قابل عرضه باشه. بله. و بعدن این که آهنگ و شعر خوب و مناسب برای اون صدا و تنظیم خیلی خوب روی اون آهنگ و شعر. و اینکه من اغلب روی شعرهایی که ترانه هایی که میسازم من آهنگ پیاده میکنم، گاهی اوقات هم به صورت تلفیقی با هم اینها میاد، و اونهایی که تلفیقی میاد و شعر و آهنگ با هم شروع میشه، اون اثر بیشتری ممکنه داشته باشه روی مردم.
ولی اونایی که جدا جدا هست خب اینا رو باید دست به دست داد به هم و به اصطلاح آشتی داد، یک آشتی احساسی داد بین تلفیق شعر و آهنگ، ترانه و آهنگ. خب این کارها مثل بچه های شما هستن دیگه و بین فرزند ها نمیشه تبعیض گذاشت، خودتون نمیشه تفاوت گذاشت. بله تفاوت گذاشت. خودتون میدونین کدام یک از این آثارتون بیشتر در میون مردم محبوبیت دارن آقای پازوکی؟ اینها چون در موقعیت ها و موقعیت های زمانی و مکانی به خصوص ساخته شده، هر کدوم میتونه اثر خودش داشته باشه. من گفتم که تمام آثار خودم رو از بین زمزمه های مردم، گلایه های مردم، شادی های مردم اینها رو پیدا میکردم. مثلا یک زمزمه در گوشی از وضع و حال یک انسان، حالا این یا این انسان در پریشانی به سر می برد و یا این که در خوشحالی زاید الوصف، و من هر دو رو می گرفتم از این و پیاده می کردم توی یک به اصطلاح آهنگ و شعری که می سازم. بله. و می خوام بگم که من سالهای سال 48 سال، البته یه قرن نمیگویم چون 2 سال مونده، نیم قرن به یک قرن. بله. به نیم قرن، نیم قرن ببخشید. بله. به نیم قرن نمیگم، 50 سال چون 2 سال مونده، 48 سال من با مردم، با مردم خوب، با مردم شایسته زندگی کردم و تمام سوژه ها و کارهای خودم رو از میان آنها، زمزمه های آنها، زمزمه های درگوشی آنها، از اونها پیدا کردم و روشکار کردم و در آهنگا و شعرهای خودم به خوبی این مسئله پیداست. بله. خب آقای صبوری، این مدیایی که ما پخش میکنیم حاصل کار شما هست، ازتون سپاسگزارم که اینا رو در اختیار ما قرار دادید. چه هدفی رو دنبال کردین در تهیه این مدلی ها؟ خودتون بیشتر بفرمایید. بله، ببینین این جناب فرهودی، این آهنگ هایی که پخش شد و حالا مقدار دیگرش هم پخش خواهد شد، این رو بینندگان و شنوندگان فرهیخته شما حالا اگر نگیم صدها بار، شاید دهها بار شنیده اند و به هر حال خاطرات خوب زندگیشون رو براشون تداعی شده و مرور کردن. ولی متاسفانه در فرهنگ ما یه مقداری کمتر توجه میشد به صاحبان اثر، یعنی آهنگساز و ترانه سرا، که این همیشه موجب گلایه این هنرمندان عزیز ما بوده. ما به همین خاطر بنده این گوشه هایی رو که از استاد جهانبخش پازوکی کارهاشون گذاشتم که مردم بدونن و ببینن که این آثار بسیار زیبایی رو که دارن میشنون کار این استاد عزیز و استاد بیقرین هست در این زمینه. یکی دیگر هم این که ما نشون میدیم که این استاد چگونه در چه محیط، در چه اتمسفری این آهنگ ها رو میسازه و بله. حالا این آهنگ ممکنه با ویالون باشه، با کیبورد باشه، به هر حال یک در جایی که استاد این اثرها رو به وجود میارن یک نگاهی هم به اونجا میکنیم که بینندگان شما ببینن که استاد در چه مواقعی و چه مراحلی و چه موقعیت این آهنگ ها رو میسازن. بله. آقای پازوکی، سالها پیش در دوران قبل از انقلاب یک نظرسنجی به عمل آمده بود از مردم که محبوب ترین آهنگسازان و ترانه سرایان خودشون رو انتخاب کنن. جالبه که نام شما در هر دو نظرسنجی با اختلاف زیادی نسبت به نفر دوم در صدر قرار گرفته. فکر میکنم اون جدول ما داشته باشیم که خدمت دوستان نشون بدیم. هیچ وقت فکر میکردین خودتون آقای پازوکی که تا این حد در میان مردم محبوبیت پیدا کنید؟ فکر که می کردم
که من کارهایی که میکنم چون برای مردم هست، برای مردم هست، بنابراین میتونم که بین اونها هم محبوبیتی برای خودم دست و پا کرده باشم. خب یکی از دوستان در فیسبوک این کامنت رو گذاشته، باهاتون در میان میگذارم. میگوید که این روزها گوش سپردن به ترانه زنگ مدرسه که از ساخته های استاد است و صدای دلنشین وفا آن را زیباتر میکنه، ما را در سپری کردن این روزهای پاییزی دلگرم میسازه. افسوس که این ترانه بسیار نادره. و بعد قسمتی از اون رو نوشته: حالا که از صدا افتاده زنگ مدرسه هامون، حالا که فصل تابستون نشونده غم به دلامون، بهار من خدا حافظ، خدا حافظ تا پاییز. اینو به یاد دارین استاد این کارتونو؟ بله، وفا یکی از صداهایی بود که بسیار بسیار پر تنین و قوی بود و ایشون برادر آقای وفا، برادر آقای وفایی هستن، جمال وفا، برادر بعد آقای جمال وفایی که ایشون هم یکی از خوش صداهای ما هستن و اصلا این از نظر خانواده موروثی این صداهای خوب در خانواده آقای وفایی. بله استاد پازوکی، با بیش از 70 خواننده همکاری کردید. به قول هوادارتون مریم در تهران، اغلب این خواننده ها کارهای جاودانه شون و مدیون شما هستند. براتون کار با کدوم یکی از اونها دلپذیرتر بود؟ کدوم همکاری بیش از همه براتون مهم بود و شاید بشه گفت فراموش نکردنی ترین همکاریتون کدوم بوده؟ شما وقتی در یک باغ، در یک باغ باز میشه و وارد میشین، مسلم این است که به گل بنفشه نمیتونین فقط خیره بشین و گلهای بسیار هست که چشمانداز شما رو تشکیل میده. بنابراین هر گلی برای خودش رنگ و یک بو و به اصطلاح یک جایگاهی داره. بله. و ولیکن خواننده های بسیار خوبی که من باهاشون کار کردم، مانند خانم همیرا که از یک صدای بسیار بسیار قوی و جاودانه برخوردار هست، با ایشون اغلب کارهامو انجام دادم. بله. با خانم مهستی که زنده یاد مهستی که چندین و چند آهنگ، بیش از 65 اگر اشتباه نکنم. بله 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 65 در طی این سالها البته. بله. و با خانم گرامی، خانم مرضیه که ایشون هم صدای بسیار بسیار ماندگار و جاودانی و همین الان هم در سن کهولت میتونم بگم که بسیار صدای رسا و زیبا و دلنشینی دارن. بله. خانم هایده همینطور، زنده یاد هایده، من که ایشون هم صدای بسیار پرتنین و پرقدرتی داشتن. بله، اشاره کردید به نام خانم مرضی، ایشون از تماشاگران برنامه های ما هستن. سلامی ویژه داریم به خانم مرضی اگر ما رو امشب بله. نگاه میکنن در منزلشون در فرانسه. خب اجازه بدید یک پیام پخش کنیم، شماره تلفن و فکس برنامه رو اعلام میکنیم و بعدش هم یک کاری پخش میکنیم که البته از کارهای شما نیست استاد پازوکی، ولی بعد میخوام نظر شما رو در مورد اون جویا بشم. و البته من یک جمله دیگه من بگم، استدعا میکنم بفرمایید. و این است که این خوانندگان که من اسم بردم، مثلا خوانندگانی هستند مثل خانم فرشته که در آلمان هستند، ایشون صدای خیلی خوب و رسایی دارند و در جایگاه خودشون بسیار بسیار صدای خوب و شنیدنی دارند. بله، سپاسگزارم. پس دوستان عزیز با ما باشید. دوستان عزیز،
برای تماس با برنامه دو روز اول می توانید از تلفن 202-548-6636 و فکس 202-540-9094 و یا نشانی الکترونیکی دوروز از voanews.com استفاده نمایید. دوستان عزیز، قطعی رو که ملاحظه کردید با الهام از ترانه جاودان مرغ سحر تهیه شده که شعر و آهنگ اصلی اون از ملک و شعرای بهار و مرتضی خان نی داوود بودن. استاد پازوکی، وقتی به این گونه کارها نگاه میکنید، آیا دلتون نمیخواد اثری بر اساس اون چه در ایران در 5 ماه گذشته رخ داده، یعنی تظاهرات اعتراضی مردم به حکومت بسازید؟ البته من از این کارهای هنری به اصطلاح که از آن بوی سیاست برمیخیزد کردم، نه اینکه نکرده باشم، منتها این مرغ سحر رو که من شنیدم، این بازسازی که شده بسیار بسیار خوب و بسیار تلاش شده که اون به اصطلاح اثر رو کاملا بقبولانند با شیوه جدید و سبک جدید و بسیار زحمت کشته شده و من خیلی خوشم آمد از این اثری که شما پخش کردید و جوانها خوندن. خب خودتون در مورد تحولات ایران چی فکر میکنید؟ این سوالیه که هر کدوم از هنرمندا که در برنامه ما شرکت میکنن ازشون میپرسیم. امیدوارم که این تحولات برود به سوی آرامش، برود به سوی صلح و آرامش، و وقتی که صلح و آزادی و آرامش اینجا مطرح هست، مطمئناً مردم در یک آسایش بیشتری زندگی خواهند کرد و اینجا مسئله مردم است و راحت بودن آنها، امیدوار بودن آنها به آینده
و حالا من در یک به اصطلاح قطع شعری که اخیراً ساختم برای شما به اصطلاح اون مسائل رو شرح دادم و میخونم، البته در پایان این مصاحبه خواهم خوند. بله، خب یادمون باشه که اینو شما حتما بر ما بخونید. اجازه بدید اولین تلفن رو از تهران بگیریم. خانم مریم روی خط هستن، سلام بر شما، بفرمایید. خانم الو جانم بفرمایید. آقای من میخواستم درود بگم بر همه شماها، مخصوصا آقای پازوکی. میخواستم از شما خواهش کنم که از آقای پازوکی سوال کنین که چطوری میشه با ایشون تماس گرفت، از طریق ایمیل یا تلفن؟ اگر ممکنه ایمیل یا تلفنشون رو بدن که ما بتونیم با ایشون تماس بگیریم. با سپاس فراوان. سپاسگزاریم از شما خانم عزیز. آقای پازوکی شماره تلفن که البته فکر میکنم درست باشه. تشکر. بله بفرمایید. شماره تلفن نیست، ولی که با 08 ایرانیان اگر که تماس بگیرند اینجا 908-0808 جواب خواهد داد و شماره تلفن من و ایمیل من اونجا هست. بله. نزد اونها هست و خواهند گفت اونها. خب این شماره تلفن. با تشکر، با تشکر از خانم مریم و حسن نظرشون. این شماره تلفنی که شما فرمودید ایریا کدش هم بگیم 818 هستش، 818-9-0-8-0-8 که در لس آنجلس میتونید 9-0-8-0-8-0-8. بله. خب اجازه بدید یک ایمیل باتون در میون بذارم. یکی از دوستان به نام بهناز فرستاده، آقای پازوکی میگوید به استاد سلام برسونید، بگید مادر من آرزو یک هفته بی صبرانه منتظر دیدن ایشون بوده، خیلی دوستشون داره. بله. و ممنون که از چنین هنرمندان بزرگی تا در قید حیات هستند تجلیل میکنید. منم به واسطه مادرم با ترانه هاشون آشنا شدم، واقعا که عالی، ممنون از اینکه دعوتشون کردین. پس میبینید آقای پازوکی در میان جوانانم، جوانان امروز هم بسیار محبوبیت دارین شما. تشکر میکنم از خانم آرزو. بنده هم سراپا احترام هستم و نسبت به مادر گرامی ایشون ادای احترام میکنم و امیدوارم که همیشه سالم و خوشحال باشن. آقای پازوکی، مجید از بلژیک از شما میپرسه که چرا خیلی جدی شدید و لبخندی از شما نمیبینیم؟ ایشان موفق بودن در عرصه موسیقی، ما لبخند ایشان را آرزومندیم. میخوایم برای مجید هم یک لبخندی بزنید آقای پازوکی؟ خب لبخنده که من همیشه میزنم، لبخند جز ذات منه، همیشه با خوشحالی و لبخند روبرو میشم با هموطنان عزیزم و امیدوارم که ایشون هم راضی شده باشن با این لبخند ما. آقای صبوری، قبل از اینکه یک قسمت دیگه از این مدلی های آقای پازوکی رو پخش کنیم، خودتون بفرمایید این علت جذابیت کارهای استاد چی هستش؟ ببینید جناب فرهودی عزیز، ما میبینیم که آثار استاد بسیار زیبا هستن و من معتقد هستم که هیچ زیبایی به وجود نمیاد توسط یک هنرمند مگر اون هنرمند درونی زیبا داشته باشه. استاد جانبخش پازوکی با یک منبع، با یک سرچشمه زیبایی حالا در آسمانها در تماس هستن. ما اون منبع و فرشته رو روی زمین میشناسیم و اون سرکار خانم نیره فروتن همسر استاد پازوکی هستن که واقعا در کارهای استاد، در زیبایی های کارهای استاد محققا تأثیر گذار بودن و خودشون هم بانوی فرهیخته‌ای هستن، شاعر ترانه سرا هستن که ترانه های ایشون با آهنگ های استاد پازوکی توسط بسیاری از خوانندگان مطرح خونده شده. بله. و خانواده بسیار بسیار دوست داشتنی. شما این آقای فرهودی، آدم میتونه جهان بخش پازوکی باشه، مطرح ترین هنرمند باشه، خانواده رو نگه داره و فرزندان پزشک به جامعه تحویل بده. میتونه آدم هنرمندی باشه مثل استاد همایون خرم، استاد معینی کرمانشاهی، استاد انوشیروان روحانی که با سلامت روح
و جسم خانواده رو نگه داشتن و فرزندان فرهیخته به اجتماع تحویل دادن. استاد اکبر گلپایگانی بلد. که با سلامت روح و جسم فرزندان پزشک به جامعه تحویل داده. استاد میلاد کیایی که ایشون هم در سلامت روح و جسم به تحقیق و نظر تمام هنرمندان ایشون واقعا معلم اخلاق هستند. شما میتونید که استاد جهانبخش پازوکی باشید و این زیبایی ها رو به وجود بیارید. بله. یه چیز دیگه آقای فرهودی، چیزی که در این زیبایی ها اثرگذار هست اون تأثیر تنظیم کنندگان آهنگ هست. آقای استاد جهانبخش پازوکی ما میبینیم که برنامه هاشون که در برنامه گلها بوده استاد جواد معروفی تنظیم کردن، همچنین تنظیم کنندگانی مثل واروژان بزرگ که واقعا تنظیم کننده و آهنگساز فاخری بود، همینطور ناصر چشمازر، آقای منوچهر چشمازر و همینطور کاظم عالمیان و بله. امیر بدخش عزیز و آقای لقمان عتمی و بسیارانی در این زیبایی ها واقعا سهم داشتن. ولی خب خود استاد جهانبخش پازوکی خودشون مظهر زیبایی و زیبایی آفرین هستن. بله خب ممنونیم که از این تنظیم کنندگان هم یادی کردید شما امشب آقای صبوری. جناب پازوکی قبل از اینکه یک قطعه یک مدلی دیگر رو پخش کنیم این ایمیل رو سریع خدمتتون میگویم. حسین از مشهد نوشته اگر ممکن است از ایشان بپرسید که از آهنگسازان قدیمی مانند پرویز مقصدی، پرویز قدرخانی و واروژان خاطری دارن که برای ما تعریف کنند. مفید و مختصر اگه چیزی هست بفرمایید. بله ایشان آقای پرویز مقصدی یکی از استعدادهای بسیاری که پدیده بود واقعا آقای مقصدی و آهنگهای بسیار خوب ساخته برای خوانندگان خوش صدا و همینطور یه نفر دیگه هم اسم بردین شما آقای واروژان و پرویز قدرخانی. بله آقای واروژان که برای من تنظیم کرده، تنظیم های خوب کرده. آقای قدرخانی هم که فعالیت جداگانه برای خودشون دارند و مشغول هستند و خداوند همه هنرمندانی که در راه ادب و فرهنگ ایران گام برمی‌دارند اونا رو موفق و سلامت بداره. اجازه بدید و هم بفرمایید. بله. اگر اما من می‌خواستم خاطری اگه دارین خاطری دارین سریع بفرمایید. من می‌خواستم از خوانندگانی که من خوانندگان مرد از خانم ها من اسم بردم ولی خوانندگان مرد هنوز اسمی نبردم. آقای اکبر گلپایگانی میخواهم بگویم یکی از اون صداهای بی نظیر و جاودانه‌ای هست که من کارهایی که در اختیار این خواننده بزرگ گذاشتم بسیار بسیار توانا و پر احساس اینا رو اجرا کردن و خداوند ایشون را برای ما سالهای سال باز نگه داره و ما هم فرصت این رو داشته باشیم که کارهایی بسازیم و با حنجره واقعا حنجره طلایی که میگن آقای استاد گلپایگانی هستن بله. در اختیارشون بذاریم. و یکی هم میخواستم از آقای مازیار زندیات مازیار نام ببرم که ایشون هم یکی از صداهای استثنایی و یکی از پدیده ها بود این مازیار بله. که بسیار بسیار کارهای من رو خوب اجرا کرد و امیدوارم روحش قرین شادی و رحمت باشه. اجازه بدید تلفن بهرام در تهران هم میگیریم و بعد مدلی بعدی رو با هم تماشا میکنیم. بهرام در تهران سلام، سوالتون رو بفرمایید برای آقای پازوکی. الو جناب فرهودی، عرض ادب و احترام و تشکر بسیار بابت دعوتی که از استاد بزرگوار جناب آقای جهانبخش پازوکی داشتین. برنامه‌ای رو ترتیب دادین که ما جناب استاد رو به صورت تصویری زیارت بکنیم. خدمت ایشون عرض احترام دارم و درود میفرستم و آرزوی سلامت و سعادت دارم. استاد بزرگوار من و همه ایرانیان هنردوست، شما
شخصیت بسیار بزرگواری هستید و آثار و ارزش‌های ماندگاری رو از خودتون بر جای گذاشتید. هر بار که ما با صدای زیبای هایده، مهستی، همیرای نازنین ترانه‌های شما رو میشنویم، احساس عجیبی در ما به وجود میاد و ما رو به خداوند نزدیکتر میکنه که هنر و هنرمند همیشه جاودانه ما خواهد ماند. من بر شما درود میفرستم، آرزوی سلامتی دارم، بسیار خوشحال هستم که تونستم با شما به صورت تلفنی و تصویری صحبت بکنم و این رو از یاد نبرم که ترانه های زیبای مهسته نازنین رو هر بار که ما میشنویم به یاد شما میفتیم. شما رو بسیار دوست داریم و براتون آرزوی موفقیت روزافزون میکنیم. متشکرم، خدا نگهدار شما. ممنونیم از شما. بهرام در تهران. آی پاسوکی اگر اجازه بدید اون مدلی بعدی رو با هم ببینیم و بعد اون شعری هم که فرمودید دوست داریم که اون هم از زبان خودتون بشنویم. اجازه بدید من تشکر بکنم، تشکر قلبی بکنم از آقای بهرام عزیز که اینقدر با صفا و صمیمیت کلماتی رو در مورد من بر زبان آوردند. بله ای از عشق پاک من همیشه مست، من تو را آسان نیاوردم به دست، من تو را آسان نیاوردم به دست، در به دست آوردنت پایداری ها شده، با ظلم و جور روزگار سازگاری ها شده. ای از عشق پاک من همیشه من تو را آسان نیاوردم به دست، من تو را آسان نیاوردم به دست. استاد پاسوکی میخواین اون شعرتون رو در این قسمت از برنامه بشنویم؟ بله من این آهنگ رو باز برای چندمین بار شنیدم با صدای رسای گلپای عزیز. این آهنگ و شعر واقعا تقدیم شد به خانواده با صفا و خوش بخت، میخوام بگم خوشبخت گلپا، که همه کسانی که دور شمع وجود گلپا واقعا گرد آمده اند اینها از خوشبخت های روزگار هستند، من جمله سرکار گلی خانم، خانم عزیزشون و فرزندان گرامیشون. بسیار هم خوب. پس استاد میخواید اون شعر رو اینجا بخونید برای ما؟ چون میترسم وقتمون کم بیاد و نرسیم و دو تلفن هم میخواییم پاسخ بدیم. بفرمایید. بله بله. اسم این شعر هست ایران من. پرسند بزرگترین غم عالم چیست، گویند که انتظار و هجران باشد. من بزرگترین آرزویم در دنیا رفتن و طواف خاک ایران باشد، رفتن و طواف خاک ایران باشد. من بذر امیدی که به دل کاشتم هر لحظه در انتظار باران باشد. دلواپس دلواپسی هموطنم، گریانم از آن دیده که گریان باشد. ای خدای ایران، ز تو میخواهم من آن وطن که در آن سر و سامان باشد، خاکی که در آن تا به ابد خواهم خفت شایسته همان که خاک ایران باشد. تا آن که گلستان بشود ایرانم، من چشم امیدم به جوانان باشد. ای خدای ایران، ز تو میخواهم من میهنی که
جای مهربانان باشد. ای خدای ایران، ز تو میخواهم من آن وطن که در آن سر و سامان باشد. سر و سامان باشد. بسیار عالی. استاد فکر میکنید خواننده ای رو انتخاب بکنید برای اجرای این اثر؟ بله، این خواننده انتخاب شده است و به زودی صدای رسا و گیرا و سوخت دل شما روبرو خواهید شد، گوش خواهید کرد به این صدا که الان در مرحله تنظیم و اینا هست که به زودی به سمع مردم عزیز، مردم گرامی ایران خواهد رسید. خب مثل اینکه اسمش رو نمیخواین اعلام کنین، نه؟ اسمش رو حالا بگذارین اون لحظه که این آهنگ به خوبی اجرا شد و به دل مردم نشست، اون موقع اگر اسم رو اعلام بکنیم بسیار بسیار دلچسب تری. مضافم به این که ایشان دارای بسیار صدای پخته و سوخته ای است. بله، اجازه بدید تلفن رو در فرانسه پاسخ بدیم. خانم مریم سلام بر شما. خانم لطفا خیلی سریع بفرمایید، وقتمون بسیار کم. جناب آقای پازوکی سلام عرض میکنم. من سلام. مریم هستم، کاروانپور، اهل اصفهان و میخواستم اون قسمت زندگیتون رو در اصفهان، خاطرات خیلی خوبی که همگی ما داشتیم، یادآوری بکنم. اگه یادتون باشه شما استاد موسیقی ما بودین در اصفهان کودکستان پرتو، جناب آقای اسلامی مدیر ما بودن. بله. یادم یادم میاد، خیلی هم خوب یادم میاد. به همه شما شاگردان کوچولوی خودم سلام میکنم و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم در زندگی. امیدوارم که همیشه سالم و خوب و خوش و امیدوار باشید. خب استاد مسعود این پرسه، چرا هیچگاه با گوگوش و یا داریوش کار نکردید؟ چرا دو تا آهنگ هم من در اختیار خانم گوگوش گذاشتم؟ میدونید آدم باید برخورد بکنه به این خواننده ها، برخورد بکنه، یک برخورد به اصطلاح سالمی داشته باشن با همدیگه، سالم از نظر اینکه اگر خواننده با آدم روبرو میشه خواننده بگوید که مثلا آقای پازوکی آهنگی مناسب صدای من، حال صدای من، حال و روز صدای من بساز و در اختیار من بگذار. بله. البته من این خواننده هایی که بخوام اسم ببرم چون خیلی به درازا میکشه، مثلا آقای بهزاد یکی از صداهای خیلی خوبی بود است که من کارهای خیلی خوب خوانده است. بله. خانم شهرها سرشار هستند، ایشون هم کارهای قشنگی خوندند از من. به هر صورت باید برخورد باشه. بله. برای آقای داریوش هم گفتم که ما هنوز اونجوری همجواری نداشتیم زیاد با هم. بله. خب خیلی از حضورتون سپاسگزارم، از شما استاد جهانبخش پازوکی و همطور آقای صبوری برای شرکت در برنامه امشب دو روز اول. خدا نگهدارتون استاد. تشکر میکنم. من خیلی خیلی از آقای صبوری که در تهیه این آهنگ تلاش فراوان کردن تشکر کنم و همچنین از جناب آقای فرنودی. خیلی ممنونم استاد، سپاسگزارم. دوستان عزیز، برنامه رو در اینجا به پایان میبریم. هفته آینده بازپخش مصاحبه استاد شجریان خواهد بود. ایام بکام.